سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اتحادیه اروپا به خاطر مرگ مهاجران در بحیره مدیترانه مقصر اصلی می باشد. به گفته سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا تا حد به خاطر مرگ مهاجران در بحیره مدیترانه مقصر است. بر این اساس کشورهای عضو تماسهای استراری از قایقهای پناهجویان را به پاسخ گذاشتند از تلاشهای امدادگران برای نجات مهاجران و پناهجویان همواره جلوگیری کرده و پناهجویان را به لیبیا یا به ترکیه به عقب راندند هر سال هزاران آوره و مهاجر که بسیار از آنها از کشورهای افریقایی و آسیای میانه هستند سعی می که خود را از بهیره مدیترانه یا دریای ایجه به اروپا برسانند آنها که اغلبا سوار قایقهای بادی کوچک می شوند این سفر طولانی و خطرناک را از لیبیا و یا ترکیه به سوی اروپا آغاز می کنند در گزارش کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است میزان مرگ مهاجران در حال افزایش است و تا به حال دست کم 632 تن در مسیر دریای در مدیترانه جان خود را از دست دادند سازمان ملل متحد در این گزارش که به اعتنایی کشنده نام دارد این وضعیت را یک تراژدی انسانی در مقیاس گسترده یا بزرگ خوانده است نویسندگان این گزارش به این نتیجه رسیدند که عدم محافظت از مهاجران و پناهجویان تصادفی نمی باشد بلکه این وضعیت در نتیجه تصمیمگیریهای های مشخص سیاسی عملکردهای مسئولان در لیبیا کشورهای عضو اتحادیه اروپا نهادهای دولتی و شخصیتهای بانفوز دیگر ایجاد شده است و تمام اینها دست در دست هم دادن تا مهاجران در دریا غرق شوند در ادامه این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا نه تنها برنامه رسمی عملیات جستجو و نجات را متوقف کرده است بلکه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تلاشهای سازمانهای بشردوست برای نجات مهاجران که در خطر بودند جلوگیری کردند آنها قایقهای این مددکاران را متوقف کرده و تعقیب قضایی برخی از آنها را به جریان انداختند مهاجران به کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل از موارد به قبراندن در بر نیز خبر دادند در آنجا قایقهای پناهجویان با کمک هلیکوپترهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آبهای بین المللی به لیبیا بازگردانده می شود و مهاجران را به طور اجباری به عقب می رانند. در ادامه این گزارش که دوره زمانی جنوری سال 2019 تا دسامبر سال 2020 میلادی را پوشش می دهد و بر پایه مصاحبه با 80 مهاجر نوشته شده است آمده است که برخی از اقدامات مسئولان در لیبیا نیز باعث شده است که زندگی مهاجران و پناهجویان به خطر جدی بیفتد بر این اساس ماموران لیبیایی بعض وقتها قایقهایشان را به قایق مهاجران کوبیدند یا به طرف آنها تیراندازی کردند به این ترتیب قایقهای مهاجران در برخ موارد واژگون شده و یا اینکه سرنشینان آن بیرون پریدند در اغلب موارد مهاجرانی که به لیبیا بازگردانده میشوند در خطر سوء استفاده و بدرفتاری قرار دارند همچنان میشل باچلا کمیسار عالی حقوق بشر خوان اصلاح فوری قوانین مربوط به عملیات جستجو و نجات در لیبیا و در اتحادیه اروپا شد تا به این ترتیب در این زمینه اطمینان حاصل شود که همه اقدامات در انتباق با قوانین بین المللی انجام می شود او گفته است که تراژدی واقعی این است که در اغلب موارد می شود از رنج و مصیبت و مرگ میر مهاجران در امتداد بخش مرکزی بحیره مدیترانه جلوگیری کرد.